بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بس در رتبا ارزش هایی بود که میتونه مورد حمله قرار بگیره و بسیاریش مورد حمله و هجوم قرار گرفته، و از جمله بحثی رو که خدمت شما داشتیم مطرح بکردیم در رتبا حرمت شکنی و مقدسات بود. یه سری مقدساتی ما تو دینمون، تو مذهبمون داریم که اونها به عنوان ناموس خدا حساب میشه، یعنی چیزهای مورد علاقه خدا و نوتال که خدا اونها رو دوست داره و میخواد محفوظ بمونن. اینا رو عرض کردیم به عنوان مقدسات. اگه بخوایم فهرست بکنیم، 5 دسته هستن. یه سری چیزها هستن که مکانهای مقدسن، قسم دوم زمانهای مقدس، قسم سوم اشیاء مقدس، قسم چهارم اعمال مقدس، و پنجمین قسم انسانهای مقدس. و این رو عرض کردیم خدمت شما که به نظر من خیلی این مهم هست که ملاک مقدس شدن من انتساب خاص به خداست، یه ارتباط مخصوصی با خداست. هر چیزی مقدس نمیشه. ما تقدس‌های خرافی هم داریم، باید مواظب باشیم اونها رو مقدس نشماریم. ملاک مقدس شدن، چون اصل تقدس، اصل قداست وجود مقدس خود حق تعالی هست که قدوس هستش. هر چیزی که ارتباط خاصی با خدا داشته باشه، مثل کلام خدا، مثل دین خدا، مثل اولیاء خدا، مثل خانه خدا، مثل ماه خدا، هر چیزی که انتساب خاص به خدا داشته باشه، این مقدس میشه. عرض کردیم نشانش هم اینه، یه احکام خاصی هم داره، یه احکام فقهی پیدا میکنه که خدا نوتال به خاطر اینکه اون حریم ها حفظ باشه، یه احکامی گذاشته برای اون مقدساتش، و یه آثاری هم داره اون مقدسات. یعنی ماه خدا مثل ماه رمضان اثرش فرق میکنه با ماهای دیگه، یه اثر مخصوص به خود داره. قرآن، این اثر این کتاب با کتابای دیگه فرق میکنه، یه اثر هدایت و نورانیت و شفا و امثال اینها هستش، آثاری داره برای خودش. اینا ملاک مقدس شدن و معیار تقدس امور هست. خب ما عرض کردیم اون 5 قسم رو، 2 قسمش رو اشاره کردیم، مکانهای مقدس و زمانهای مقدس رو، حالا چند نمونه ای رو به عنوان مثال آوردیم. قسم سوم اشیاء مقدس بود که به عنوان مثال عرض کردیم، مثل قرآن، کلام الله که یه کتابه. البته بازم من تکرار میکنم، همجور که دیشب گفتم، حقیقت و باطن قرآن کتاب نیست، این نازله قرآنه، این وجود تنزل یافتشه، ولی وجود حقیقی قرآن در عالم بالا، او یک وجودی است بسیار زیبا که از تمام انبیا و اولیا هم بالاتر، که حالا باطن قرآن رو به هر حال امثال ماها نمیتونیم تو وهممون هم بیاد چی هست، ولی به هر حال این وجود نازلش همین کتابی است که تو دستمونه، که میذاریم رو سرمون، میخونیمش، مأمور به تلاوت و گوش کردنشیم، همین کتاب. و همین کتاب هم تقدس داره و احکامی هم داره، احکام فقهی داره. یکی دیگه از اشیاء مقدس، من حالا به عنوان مثال چند نمونه رو تو قرآن خدمتتون عرض میکنم، شما ببینید تو قرآن هم به بعضی از اشیاء مقدس اشاره شده. این رو من تقاضا میکنم بیشتر عنایت بفرمایید، چون اشکالاتی که بعضی از این وهابیت میگیرن که شیعه بعضی از چیزها رو هم میبوسه، تبرک میکنه، شما نمونه شو تو قرآن ببینید، بذارید سند قرآنی داشته باشید که یه چیزایی که محترم و متبرکن تو قرآن اومده. از جمله در آیه 248 سوره بقره شما ببینید، تو این آیه خدا نوتال بس در رتبا اون صندوقی میکنه که حضرت موسی رو مادرش توش گذاشت و تو دریا رهاش کرد، تو رود نیل رهاش کرد. اون صندوق به عنوان یه صندوق مقدسی تو بین بنی اسرائیل شمرده میشد. سالها حتی بعد از دنیا رفتن حضرت موسی علیه السلام هم این صندوق دست به دست
جزو یکی از اشیاء متبرک و مقدس دست بنی اسرائیل بود. تو جنگ ها این صندوق رو با خودشون می بردن و این صندوق رو حس می کردن که اگه تو خودشون باشه حتما پیروزی به دنبال هست، خدا عنایت بهشون داره، چون صندوق مقدسی است که جایگاه ولی خدا توش بوده. قرآن تو آیه 248 سوره بقره میگه ان یاتیکم تابوت، تابوت همون صندوقه، ان یاتیکم تابوت فیه سکینت من ربکم، یه آرامش الهی توشه، ببینید اثرش، یه آرامش الهی فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، و از آثار و مواریث حضرت موسی و هارون هست. یکی دیگه از چیزایی که باز تو قرآن تو سوره یوسف هست، پیراهن حضرت یوسف رو همتون تو قرآن دارید که وقتی برادران یوسف این پیراهن رو از مصر آوردن برای کنعان که پدرشون یعقوب نابینا شده بود، انداختن رو صورتش، او بیناییشو به دست آورد، شفا پیدا کرد با پیراهن یوسف. این قرآنه، القاه على وجهه، این پیراهن رو انداختن رو صورت یعقوب، فرتد بصیرا، بصیرتشو به دست آورد، اون بیناییشو به دست آورد، پیراهن شفا داد. حجر الاسود رو تمام فرقه های اسلامی الان قبول دارن، این سنگی که هست، این خب تو روایات مثلا به عنوان تمثل دست خدا هست در زمین که بیعت باهاش بکنید، استلام بکنید و ببوسیدش که مستحب هم هست، همه فرقه ها قبول دارن بوسیدن و استلام کردن حجرالاسود مستحبه. اونایی که مشرف شدید مکه میدونید خب ازدحام جمعیت شد اجازه اصلا نمیدادن بره و نزدیک حجرالاسود، ولی معمولا تو طواف وقتی میرسن به حجرالاسود معمولا دستشون رو بلند میکنن، کنایه از این که بیعت دارن میکنن، دستشون رو بلند میکنن، چون او دست خدا در زمین هست، تو روایت داره یمین الله فی ارضه. خب یه چیزی است که همه فرقه ها بوسیدنش رو، با اینکه سنگ دیگه، بوسیدن و استلام کردنش رو مستحب میدونن. حصیری که پیغمبر روش نماز میخوند تا 100 سال بعد از پیغمبر، حدود یک قرن بعد از پیغمبر، زمان منصور دوانقی، اون حصیر رو نگه میداشتن و تبرکن میگفتن هذه حصیرة رسول الله، چیز متبرک و مقدسی است که پیغمبر روش نماز میخونده. پیراهنی که امیرالمومنین علیه السلام توی ضربت خورد، از ابن ملجم ضربت خورد، تا زمان امام صادق خیلی سال بعد دست به دست این رو به عنوان تبرکی نگه می داشتن. الان بسیاری از این یادگارهای مقدس دست امام زمان علیه السلام هست، خدمت هست ولیعصر علیه السلام هست، آیت الله وحید، آیت وحید خراسانی، ایشون می فرمودن که حالا مدرکش رو من از زبان خودشون نقل میکنم، شون می‌فرمودن پیراهن سیدالشهدا، اون پیراهنی که حضرت زینب سلام الله علیها رو صورتشون مینداختن، اون پیراهنی که پیراهن کهنه‌ای که تن امام حسین علیه السلام بود و بعد که به شهادت رسید حتی او رو هم در آوردن، ولی خب بالاخره باز اهل بیت پس گرفتن وقتی به غارت رفته بود، از به هر حال یزید او رو پس گرفتن. این پیراهن الان خدمت امام زمان علیه السلام هست و ایشون میفرمودن که اون زمان ظهور که میرسه خون تازه برش میاد. خب پیراهن خونین هست ولی خب خون خشک شده است. هنگام ظهور که فرا میرسه خون تازه بر اون پیراهن میاد که این نشانه ظهور. حتی نه برای ماها، ماها که دستمون نیست که، خود حضرت این خون تازه وقتی رو اون پیراهن میاد براشون این شکلی هست. در هر حال ببینید اینا اشیاء مقدسی است که یا تو قرآن بعضیاش اومده یا تو روایات یا به هر حال تاریخ اسلامی اینو نقل کرده و فرقه ها قبول دارن. خب حالا شما نگاه بکنید وقتی خود قرآن یه صندوق رو مقدس میدونه که میگه اثرش آرامش بخشیه، پیراهن یوسف شفا میده، وقت حرم و ذریح و در و دیوار معصومین که اولیاء خدا بدن مطهرشون هنوز هست، پیراهن یوسف دیگه بدنش توش نبود، پیراهن بود شفا میداد، وقت قبر معصومین، حرمشون، ذریحشون، اینا چجوری؟ اینا نمیتونه شفا بده. این دیگه قرآنه دیگه، این نمونه هاش تو قرآن اومده دیگه، این چه اشکالی داره؟ بوسیدنش، خب حجرالاسود بوسیدن و استلام کردنش مستحب، خب شما چطور اونو شرک نمیدونید؟
خب اینم همین دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم سید شرف الدین، علامه سید شرف الدین موسوی از علمای بزرگ ما بود تو لبنان قبل از امام موسی صدر. ایشون تو لبنان بود و به عنوان زعیم شیعه بود در لبنان. آدم بسیار بسیار با عظمتی بود، منادی وحدت هم بود بین فرقه ها. ایشون یه موقعی مکه توی جشنی دعوتش کرده بود پادشاه عربستان، اون زمان شاید ملک عبدالعزیز یا قبل از او بود، دعوتش کرده بود پادشاه عربستان. همه علمای اسلام رو از فرقه های مختلف دعوت کرده بودن. خب ایشون هم از لبنان به عنوان نماینده شیعه رفته بود، یه قرآنی رو هدیه داد به اون ملک عبدالعزیز هر کی که بود، یه قرآنی رو هدیه داد. این پادشاه عربستان این قرآن رو بوسید، این قرآن رو بوسید. مرحوم علامه سید شرف الدین از همینجا استفاده کرد، گفتش که جناب ملک، شما این کاری که الان کردی شرک نی؟ بوسیدن این قرآن. گفت نه، برای چی شرک باشه؟ سید شرف الدین گفت خب شما چرم رو بوسیدی دیگه، این جلد قرآن چرمیه، چرم رو بوسیدی. گفت نه خب من هر چرمی رو که نمیبوسم، کفشم هم چرمیه رو که نمیبوسم، این چون جلد قرآنه من میبوسم. سید شرف الدین هم فوری گفت ما هم که هر چوب آهنی رو نمیبوسیم، اون چوب آهنی که ذریح معصومین و در خونه معصومین شده او رو میبوسیم. چطور این شرک نیست؟ اونم شرک نیست. اون دیگه هیچی نداشت بگه، اون هیچی دیگه نداشت بگه. درستم واقعا همین. البته بازم من تاکید میکنم که ملاک تقدس همون هست که منسوب به خدا باشه، ارتباط خاصی چیزی با خدا داشته باشه، یا به همین شکلی که تو قرآن گفته پیراهن ولی خدا، یا همونجور که ما اعتقاد داریم ذریح ولی خدا. ولی دیگه حالا هر چیزی دیگه مقدس نمیشه. گاهی موقع میبینید تو بعضی از جاهای یه درخت رو بهش دخیل بستن. خب این درخت چیه؟ این درخت چی همجوری دخیل بسته شده بهش دیگه؟ رو چه مبنایی این درخت الان چی هستش؟ اینا رو باید آدم مواظب باشه که قاطی پاتی نکنه. ملاک تقدس اون ارتباط خاصی است که اون چیز با خدا داره یا با اولیاء خدا داره. خب یکی دیگه از مقدساتی که خدمت شما داشتیم میگفتیم اعمال مقدسه، قسم چهارم از مقدسات اعمال مقدسه. بعضی از اعمال مقدسه، مثل نماز، مثل روزه، اینا اجرای دین خدا هستن، اینا مقدسن. شما با انجام روزه دارید دین خدا رو تحقق میبخشی در خارج. لذا اگر کسی روزه خاری بکنه، اگر کسی رو یعنی بشکنه این حکم رو، این کارش تعذیر هم داره. این اعمال در واقع اعمال، یا مثل حج، امثال این مناسک که تو قرآن داره ان الصفا والمروه من شعائر الله، اینا شعائر الهیان، حرمت دارن، باید تعظیم بشن. یا چیزهای دیگری از این قبیل که شعائرن، حالا نه همش واجبات هم ممکنه نباشه. فرض کنید روزه، مجلس روزه، چون اینا ذکره، اینجا مجلس ذکره، مجلس دعا، جایی که دعا خونده میشه، خود دعاها. ببینید اینجا اگه کسی بی حرمتی بکنه، مسخره بکنه، مسخره، اینا مجالس ذکر دیگه، مجالس ذکر خدا هست، مجالسی که ملائکه الهی حضور دارن. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، من خودم ازشون نشنیدم، موثق یکی از دوستانی که ایشون شنیده بود میگفت آقای بهجت میفرمودن، خدا رحمت کنه ایشون رو، میگفت آقای بهجت میفرمودن در جایی که حدیث کسا خونده میشه، در جایی که حدیث کسا خونده میشه، خمسه طیبه حضور پیدا میکنن، پنج تن حضور پیدا میکنن، جای مقدسی است اونجا، و واسه همین هم هست که رحمت نازل میشه. حدیث کسا فوق العاده است، اگه کسی گرهی به کارش افتاده، بی برکتی تو کارش هستش، حدیث کسا بخونه، به خصوص اگه میتونه تو جمع باشه، چند نفری باشن، تکی هم میشه خون اب نداره، ولی به خصوص جمعی. شما تو خود حدیث کسا، تو خودش ببینید اثرش گفته شده که ما ذکر خبر و نافی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا. این حدیث در جایی که جمعی از شیعیان و محبین حسن خوانده نمیشود الا و نزلت علیهم الرحمه، مگر اینکه رحمت برشون نازل میشه، و حفت بهم الملائکه، ملائکه میان پایین،
ببینید ملائکه حضور پیدا میکنن و یستغفروا الی یتفرقوا، ملائکه برای این جمع استغفار میکنن تا وقتی متفرق بشن. خب این محل میشه محل ذکر. من این حدیث رو خیلی جاها خوندم، شاید شما هم کمو بشنیدید، که امام صادق علیه السلام تو خونش روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خونه امام صادق خون، همه گریه کردن. بعد که تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن. فکر نکنید که امام صادق خب اینو فرموده مال خونه خودشه، نه مال هر جای دیگه. نه خیر، هر جایی که مجلس روزه باشه اینجوریه، روزه‌ای که خالصانه و صادقانه برای اهل بیت باشه، هر جایی که روزه باشه اینجوریه. حتی تو روایت داره که ملائکه‌ای که فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه فوج میاد پایین یه فوج میره بالا، فوج میان. بعضیا که دیر میرسن به اون مجلس روزه تمام میشه، خودشونو به دیوارهای اون مجلس میبالن تبرکن. این مجالس مجالس ذکره، این مجالس مجالس مقدسی است، مجالس محترمی هستش. بنابراین اینا میشن جز به قسم چهارم مقدسات، یعنی اعمال مقدس، اینا عملهای مقدس هستن. پنجمین قسم از مقدسات انسان‌های مقدسن، انسان‌های مقدس، انبیا، اولیاء الهی، و در رأسشون وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، که تمام انبیا و اولیاء در مقابل این 14 نفر خاضع بودن. خدا رو ببینید تو قرآن هر جا که خطاب به انبیای دیگه هست، خب اسم میبره، خطاب میکنه، یا نوح اهبط به سلام مننا، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، ببینید نه تو. ولی به پیغمبر که میرسه یک مرتبه نداره که اسم ببره پیغمبر رو، همش یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یعنی خطاب همش با لقبه، با القابه، یا ایها الرسول، یا یک مورد ما نداریم. اونجایی هم که تو قرآن اسم پیغمبر داریم ما، محمد رسول الله و الذین آمنوا معه صلی الله علیه و آله و آل محمد و اجل فرجه. اونجایی هم که اسم برده خطاب نیست، یعنی خدا خطاب نکرده، داره یه مطلبی رو راجع به پیغمبر میگه که او رسول ما هست، اونایی که باهاش هستن اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. اما اونجایی که خدا خطاب داره میکنه، یک مورد شما تو قرآن ندارید که خطاب خدا به پیغمبر با اسم کوچیک باشه، همش با القابه. این از باب تکریمه، از باب تعظیم و احترام و ادب هستش. برای همین هم خداوند متعال در قرآن به مؤمنین هم میگه مؤمنین شما هم وقتی میخواد، حالا به خصوص اون زمان پیغمبر که گاهی موقع ها بی ادب، حالا طرف عرب جاهلی بود، میومد با اسم کوچیک پیغمبر رو صدا میزد، پیغمبر گاهی موقع با یکی داشت حرف میزد، میومد یقه پیغمبر رو میگرفت سمت خودش میکرد که یعنی به من گوش بده. قرآن آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. وقتی میخواید صدا بزنید پیغمبر رو، اونجا که خودتون رو صدا میزنید پیغمبر رو صدا نزنید با اسم کوچیک، اونجوری صدا نزنید. یا در جای دیگه خدا میفرمایید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیش پیغمبر صداتونو بلند نکنید، قیل و قال نکنید، آهسته. و میدونید این احکام ادب در محضر پیغمبر چه در زمان زنده بودن اهل بیت، چه در زمان فوت ظاهری و از دنیا رفتن و رحلتشونه. الان هم اگر بکه مدینه مشرف بشید، دور صندوق پیغمبر همین آیه رو نوشتن که صداتونو بلند نکنید. واقعا هم همینجوره، تو حرم ها هم نباید قیل و قال کرد. من همینجا عرض میکنم، البته شما که انشاءالله همه رعایت میکنید، تو حرمهای معصومین وقتی رفتیم، به خصوص معصومین، امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، اونجا آدم اون کنار وایساده وای نسه با هم دیگه حرف بزنن، حضرت تشریف داره اونجا، وای نسه اینجا با هم دیگه حرف بزنن، با هم دیگه سر و صدا بکنن، بخندن گاهی موقع، تشریف دارن اونجا. به هر حال حرمت باید حفظ بشه، چه در زمان حیات، چه بعد از موت، چه در محضرشون، چه در غیابشون، این حرمت ها باید حفظ بشه. ابو بصیر میگه من خونم اومدم بیرون، صبح بود، این تو وسائل شیعه است روایت،
میگه من احتیاج به غسل داشتم، جنوب بودم، از خونه اومدم بیرون دیدم یه چند تا از رفقا از شاگردای امام صادق دارن میرن خونه حضرت. گفتن ما یه وقت گرفتیم خدمت آقا میخوایم برسیم. ابو بصیر میگه من دیدم حیفه که الان حضور امام صادق رو از دست بدم. گفتم حالا بعدا میرم حمام غسل میکنم. همین جوری رفتم خونه امام صادق. میگه وقتی رفتم آقا به من فرمود یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا يدخلها الجنوب. مگه نمیدونید که خونه انبیا و اولاد انبیا رو جنوب توش وارد نمیشه؟ میدونید یکی از احکام فقهی حرمهای معصومین همینه، مثل مسجده، یعنی جنوب و زنی که عادت هستش نمیتونه وارد بشه، نباید وارد بشه. از همین روایت استفاده شده، از همین روایت امام صادق علیه السلام فرمود مگه نمیدونی که خونه انبیا و اولاد انبیا لا يدخلها الجنوب، باید طاهر وارد بشی، ادب محضر معصوم رو باید حفظ بکنید. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی رو. ایشون خب آدم واقعا با عظمتی بود آیت مرعشی نجفی، بی جهت نیست سه مرتبه تشرف خدمت امام زمان علیه السلام داشت، واقعا با عظمت بود آیت مرعشی. ایشون یه موقعی خیلی سال قبل یه آقایی میگفتش که من همیشه پشت سر آقا نماز میخوندم، اداری بود، میگفت یه مرتبه ادارمون کار نبود، من مرخصی گرفتم چون کار چندانی نبود، گفت صبحش از صبح که از خونه اومدم بیرون احتیاج به غسل داشتم، ولی گفتم حالا تا ظهر نماز که هنون نیستش که، حالا وقت دارم قبل از نماز ظهر میرم غسلمو انجام میدم. میگه رفتم اداره و متوسط وسط کار مرخصی گرفتم اومدم، اصلا یادم رفت که جنوب هستم احتیاج دارم به غسل، یادم رفت. موقع ظهر طبق عادت رفتم حرم، سریع تو صحن وضو گرفتم، بدو بدو رفتم که خدامو به نماز برسونم. در ورودی حرم آقای مرعشی نجفی هم اومد، ایشون هم باز وارد بشه، تا منو دید سلام علیک کرد، گفت کجا با این عجله؟ گفتم که آقا دارم میرم به نماز برسم. گفت نه خیر، شما باید نباید به الان بری نماز، باید بری حمام. نباید الان بری نماز، باید بری حمام. چون من یه مرتبه یادم افتاد که احتیاج به غسل دارم، خیلی شرمنده شدم، خداحافظی کردم و رفتم. حالا با اون که اونجا حرم حرم هست معصومه سلام الله امامزاده ها اب نداره، ولی در این حال که حرام نیست ولی حرمت این محله ها باید حفظ بشه. در هر حال معصوم اینجوری هستش که اولیاء خدا اینجوری هستش. خدا متعال حساس نسبت به دوستانش، نسبت به اولیاءش. انبیا که بماند، ائمه که بماند، اون که معلومه، حتی نسبت به یک مؤمن. پیغمبر اکرم رو به روی کعبه ایستاد، من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی گوش بدید، رو به روی کعبه پیغمبر ایستاد فرمود مرحبا بک یا بیت الله، مرحبا بک یا بیت الله. بعد فرمود ما اعظمک و اعظم حرمتک، چقدر تو با عظمتی، چقدر حرمتت زیاده. بعد فرمود والله للمؤمنه للمؤمنو اعظم حرمتم منک، مؤمن حرمتش از تو بالاتره. این مؤمنی که پیغمبر فرموده تو ذهنتون نیاد که حالا مثلا فرض کنید سلمان و ابوذر و مالک اشتر و امثال، نه، مؤمن شیعه، مؤمن حرمت داره، آبروش، ارزش. بعد خود پیغمبر دنبالش فرمود، فرمود به خاطر اینکه خدا حرمت تو رو تو یک چیز قرار داده، اینکه کسی خرابش نکنه، از بین نبرتش، اما حرمت مؤمن رو در سه چیز قرار داده، یکی در مالش محترمه، یکی در آبرو و ارزش محترم، یکی هم در جانش. سه چیز مؤمن محترم هستش، مالش، آبروش و جانش. مؤمن حرمتش بالاتر از تو هستش. در روایت هستش که هر کسی که ولی من، خدا فرمود من اهان ولیان فقط بارزنی، اگر کسی دوست من ولی من رو اهانت بکنه با من مبارزه کرده، با من جنگ کرده. اینجور نیستش که کسی بتونه بگه که خب چه بابا اونا هم یه آدم بودن دیگه مثل ما دیگه، انبیا و اولیا و امثال اینا هم یه آدم بودن مثل ما. اینجوری نیست. درسته که قرآن میگه از قول پیغمبر قول انما انا بشرم مثلکم، من بشرم، ولی دوم یوها الی، این یوها الی همه چی توشه، بشر هست ولی بشری است که تمام صفات خدا توشه.
اینجوری نیست یکی من یکی تو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، این علمای ما یه جایی رسیدن با ادب رسیدن، با ادب نسبت به اهل بیت رسیدن، بزرگان، هر کی که بزرگ شد، هر کی معرفت داشت، با ادب نسبت به معصوم به جایی رسیدن. مرحوم آیت الله بروجردی تو خونش یه جمعیتی اومده بودن برای ملاقاتشون، یه تعداد تو خونه بودن، یه تعدادم بیرون بودن تو حیات و تو اون بیرونی بودن، صلوات میفرستادن، یکی بلند صلوات فرستاد برای سلامتی آیت الله، برای سلامتی امام زمان و آیت الله بروجردی، امام زمان و آیت الله بروجردی مثلا صلوات از مردم گرفت. آیه بروجردی خیلی ناراحت شد، گفت به این بابا بگید که یا ساکت بمونه چی نگی یا بیرونش کنید. من کیم که اسم منو کنار اسم امام زمان میاره؟ من کیم که اسم منو کنار ما، یعنی امام زمان یکی اونم یکی، من خاک پای امام زمانم. اینا ادب داشتن. از مهمترین آدابی که آدم باید نسبت به اولیاء خدا داشته باشه، من فقط فهرست میکنم چون خیلی بس طول میکشه، از مهمترین آداب همتون شما بزرگوارا میدونید، مهمترین ادب این هستش که آدم در محضر معصومین گناه نکنه. تمام عالم همون جور که محضر خداست، محضر ولی خدا هم هست، چون او چشم خدا در زمین عین الله. تو زیارت امام زمان روز جمعه میخونید السلام علیک یا عین الله فی خلقه، جای مخفی برای امام زمان نیست که خبر نداشته باشه، خلوتی برای امام زمان نیست که نبینه و ندانه، خلوتی نیست. او همونجور که روح شما اشراف به تمام بدنتون داره، روح کلی عالم وجوده که به تمام عوالم اشراف داره. یه کسی در خونه امام صادق علیه السلام رفت، یه خطایی کرد، من نمیگم چی کار کرد، در خونه امام صادق یه گناهی کرد، یه خطایی کرد. امام صادق تو خونه بود، تو اتاق بود، از اون داخل صدا زد که فلانی تقوا داشته باش. این بنده خدا خب میدونست بالاخره امام صادقه، ولی خب همه معرفت ها یکی که نیست. رفت تو خیلی با شرمندگی و عذرخواهی گفت آها شما یعنی پشت دیوار و در و اینجا هم باشید میبینید. امام گفت چی میگید؟ اینا که بر ما حجاب نیست، در و دیوار که بر ما حجاب نیست که چون تو کوچه یک گناهی کردی ما ندیده باشیمت چون تو اتاقیم. اون امامی که اینا براش حجاب باشه که امام نیست که، او که امام نیستش که. خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی رو، ماها تو حجابی، خودم رو دارم عرض میکنم، تو دعای ابو حمزه میخونیم ماها محجوبیم، اعمالمون ما رو تو حجاب کرده، و الا خب آدم میتونه اونا رو ببینه. حالا اون نه، الان ما هیچی رو حس نمیکنیم، نه ملائکه رو آدم حس میکنه، نه صدایی تو این قلقله آدم میشنوه، نه هیچ، ولی لااقل انکار نکنه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی مشهد که میرفتن تا جواب سلام از امام رضا نمیگرفت بر نمیگشت. یا آقای میگه من شب دیدمش، آقا داره از حرم میاد بیرون، خیلی زود اومد. گفتم آقا خیلی نموندی تو حرم. گفت من جواب سلامم گرفتم دیگه دارم میرم، جواب سلامم گرفتم دیگه دارم میرم. ماها حس نمیکنیم، لااقل آدم اینو بدونه، عقلش بفهمه که او روح کلی عالم وجود داره میبینتت. به امام حسین گفت چیکار کنم گناه نکنم؟ حضرت فرمود 5 کارو بکن گناه نمیکنی. من حالا اونا رو نمیگم. یکیش فرمود یه جای خلوت پیدا بکن که هیچکی نبینتت، اگه بخوای بری گناه بکنی برو گناه کن. اما هیچ جای خلوتی نیستش که، همه جا چشم هست، همه جا دارن میبیننت. مهمترین ادب و حرمت نگه داشتن معصومین، این وجودات مقدس، برای امثال من و شما که باید حرمت نگهدار باشیم نه حرمت شکن، باید حفظ کنیم حرمت مقدسات رو. مهمترینش اینه که آدم در محضرشون گناه نکنه. هر گناهی ما میکنیم اونا شرمنده میشن پیش خدا، چون اونا مسئول ما هستن، مسئول ما هستن که هدایت بکنن ما رو. دومین ادب این هستش که اسمشون رو وقتی میبریم با ادب ببریم. این اسامی مقدسه معصومین از طرف خدا روشون گذاشته شده، این اسما رو با ادب ببریم. گاهی موقع تو تلویزیون هست، البته نه که بندگان خدا تعمدی ندارن، نه که عمدی داشته باشن، حواسشون نیست. گاهی موقع مثلا رسول الله صلی الله، صلی الله دیگه یعنی چی؟ صلی الله علیه و آله، آلش هم باید بگید. پیغمبر فرمود هر کی بر من صلوات بفرسته آلم رو نگه
این صلواتش ابتر به درد نمیخوره، هیچ خاصیتی نداره. صلی الله یعنی چی؟ صلی الله علیه و آله. اسم امام آدم میبره، علیه السلام، با ادب این اسم رو ببره. مرحوم شیخ صدوق تو کتاب عیون نقل کرده، شخصی از صالحان، اینو تو عیون اخبار و رضا نقل کرده، شخصی از صالحان پیغمبر رو در خواب دید، گفت یا رسول الله من میخوام به زیارت مرقد بعضی از اولاد شما برم. زیارت قبر کی برم؟ حالا چون مفصله من همشو نمیگم. پیغمبر فرمود برو زیارت اون کسی که در جوار شماست. این بنده خدا چون ایرانی بود دیگه، گفت آقا رضا رو میگید؟ امام رضا در جوار ما ایرانی ها امام رضاست دیگه. گفت آقا رضا رو میگید؟ سه مرتبه پیغمبر فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه. اسم رو همینجوری به کار نبر. این اسامی اسامی مقدسن، حرمت دارن. حتی میدونید اگر بی احترامی بهشون بشه، به این اسم ها حتی بی احترامی بشه، حرامه. بس اسماء الهی میمونه. هم اسمشون رو با احترام ببریم. خود اهل بیت اینجوری بودن ها. امام صادق نشسته بود، اسم مبارک پیغمبر رو که شنید نشسته بود حضرت، شروع کرد تکرار کردن اسم پیغمبر رو، تکرار کرد، سرش رو به عنوان تعظیم آورد پایین، انقدر آورد پایین که نزدیک زمین رسید، صورتش نزدیک زمین رسید از باب تعظیم. امام رضا اسم امام زمان رو دعبل خزایی تو شعرش برد، اسم امام زمان، نه اون اسمی که من و شما وقتی میشنویم معمولا بلند میشیم، نه اون اسم، نه، اشاره کرد به امام زمان دعبل خزایی تو شعرش، گفت خروج امام لا محالته خارجون الاسم الله بالبرکات. یه امامی از شما معصومین بعدن خارج می شود و ظهور می کند. همین. تا اینو امام رضا شنید بلند شد، دست شکوتاش رو سرش، گفت اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. خودشون اینجوری ادب می کردن و به شیعانشون هم گفتن این کار رو بکنید، اسم معصومین رو بچه هاتون بگذارید، این ادبه، تا جایی که مقدور هست براتون. حالا نمیخوام بگم این چیز واجبی هست، ولی این اسامی خدای نکرده گم نشه، اینا باید بمونه، اسامی معصومین و خود این بزرگوارها شأنشون باید محفوظ بمونه، احترامشون محفوظ بمونه، اولادشون احترام کردن به اونها که در روایت داره اگر کسی به اولاد پیغمبر سادات احترام بگذاره، پیغمبر روز قیامت میگه اون کسانی که به من احترام گذاشتن بلندشان وایستن، اونایی که منت بر من دارن. همه میگن آقا ما کی منت بر شما داریم، شما منت بر همه عالم دارید. پیغمبر میفرماید نه، این روایت که تو محشر پیغمبر میفرماید نه، اون کسانی که به اولاد من احترام کردن، جا بهشون دادن، اطعام بهشون کردن، کمک بهشون کردن، بر من منت دارن. اون وقت اونجا خطاب میرسه حبیب ما، هر جای بهشت که میخوای اینا رو جا بده. پیغمبر اکرم اینا رو دور خودش، همسایه های خودش تو بهشت قرار میده. اولاد پیغمبر رو اکرام کردن و مراجع علمای ما، علمای بالله، رهبر بزرگوارمون، اینایی که به عنوان نائب امام زمان و نائب عام امام زمان هستن، اینا همشون محترم و واجب الاحترام هستن، از این جهت که احترام اینها احترام اهل بیت. اینا رو انشالله بتونیم حفظ بکنیم. من خیلی عذر میخوام ازتون، تو یک کلمه هر کی به هر جا رسید با ادب رسید. هر یک ادب تو کربلا کرد، یک ادب. اون موقعی که امام حسین رو محاصره کرد، گفت من نمیذارم بری به سمت کوفه، نمیذارم برگردی به سمت مدینه، نمیذارم جایی بری، دستور دارم شما رو محاصره کنم. اولین کسی که به هر حال ترسوند خانواده امام حسین رو، هور با لشکریانش بودن. امام حسین علیه السلام اینو یه تکونش داد، میدونست این پر از استعداده، این فقط باید یه تکون بخوره. ابا عبدالله علیه السلام فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. این برگشت گفت حسین اگر کسی دیگری غیر از تو نام مادر من رو میبرد، نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به عظمت نمیشه او رو نام برد، جز به عظمت نمیشه او رو نام برد. وقت همین هور بود که از قعر جهنم رسید به اوج بهشت، که امام صادق فرمود تا قیامت هر کسی ولو بزرگترین اولیاء خدا بخواد زیارتنامه بخونه برای شهدای کربلا که یکیش هره، با
باید دست به سینه بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شماها، که یکیشون هم حره، پدر و مادرم فدای شما. از قعر جهنم رفت اوج بهشت، با ادب، با ادب. اما در خونه حضرت زهرا که خودش بود چقدر بی ادبی کردن، در خونه حضرت زهرا چقدر بی ادبی کردن، نام حضرت زهرا رو با احترام بردن، هر رو به اونجا رسون. وقت اونایی که به خود حضرت زهرا بی حرمتی کردن به کجا رسیدن؟ خدا میدونه اینا کجای جهنمن، خدا میدونه. فقط جوری شد که امیرالمومنین علیه السلام دیگه اون موقعی که زهراش رو امیرالمومنین وقتی تو قبر گذاشت، انگار خودشم رفت، انگار خودشم رفت. این اشعار سعدی زبان حال امیرالمومنین، انگار سر قبر زهرا، انگار زبان حال او هستش. ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از من نشانم می رود. بازای و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین. کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. جان امیرالمومنین رفت و بعد از او بود که فقط می اومد سر قبرش بگفت زهرا جان دعا کن دیگه زیاد تو دنیا نمونم، دعا کن که دیگه عمرم طول نکشه.